بله، یه روز تو تهران بارون میباره یکی از آهنگهای آلبوم جدید شهرزاده سپانلو که امروز در لس آنجلس میهمان ماست. اما شهرزاده، تو همواره در کارات، در آثارت خیلی توجه خاصی به انتخاب ترانه ها داشتی. در این باره توضیح میده چرا انقدر با وسواس این ترانه ها رو واسه آلبومات انتخاب میکنی؟ به نظر من شعر و کلام جزو مهمترین بخش آهنگه. یعنی من خودم وقتی به آهنگای دیگرون گوش میکنم خیلی خیلی برام مهمه که کلام چی میگه و اون رابطه رو باید برقرار بکنم با شعر. برای همین به این راحتی هر شعری رو انتخاب نمیکنم، واقعا باید حسش بکنم، درکش بکنم و یا تجربهش کرده باشم یا اینکه برام اون سوژه یک حالت خاصی، یه حس خاصی بهم بده. واسه همین خود وسواس دارم سر این کار. من متوجه شدم خیلی از هنرمندای ایرانی، اونهایی که در خارج زندگی میکنن، این روزها تمایل دارن به ترانه های شعرهای درون مرز، سعی میکنن با اونا همکاری بکنن. همین مسئله واسه تو که خواننده حرفه‌ای هستی چه نکات مثبتی داره، چه امتیازاتی میتونه داشته باشه؟ ببینین، به نظر من بچه‌هایی که ایران هستن اولا خیلی علاقه‌مندن که کار کنن و خب این خودش حس خیلی خوبه، این انرژی مثبته. وقتی که آدم شوق اونا رو می‌بینه و اینکه چقدر می‌خوان با آدم کار کنن و مثلا دائم دارن شعرها رو می‌فرستن و شخصا منم هر کمکی از دستم بر بیاد دوست دارم برای دوستان داخل ایران انجام بدم. و همچنین شعرها و ترانه‌سراهای داخل ایران از اتفاقایی که داره میفته، از دغدغه‌های روزمره با خبرن، یعنی اونا تو عمق جامعه هستن و میدونن چی میگذره. برای همین یه حس خاصی وقتی من به شعرهای اونا نگاه میکنم و میخونم ترانه ها رو، حس میکنم که واقعا اونان که میدونن چه خبره. نه اینکه بگم اینجا ما ترانه سرای خوب نداریم، من الان با یکی از ترانه سرای خیلی خوبمون، آقای کامبیز میرزایی که کانادا هستن، کار میکنم و بسیار کارش زیباست، ولی دوست دارم که با هر دوی این گروه کار بکنم چون که هر تاش لطف خاص خودشو داره. درسته. خب این آلبوم یک روز رو شما به صورت شخصی تهیه کردی، یعنی به صورت مستقل این رو ارائه کردی، با هیچ کمپانی یا سازمان و گروهی کار نکردی، دلیلش چیه و چرا واقعا این روزها هنرمندا باید همه کارا رو خودشون انجام بدن؟ والا از من نپرسین، از کمپانیا بپرسین. به هر حال آدم انقدر زحمت میکشه و پول میذاره. درسته من خودم اینو تهیه کردم. اصولا دوست دارم مثلا آرتیست مستقلی باشم، دوست ندارم کسی من بگه حالا کدوم آهنگ تو ویدیو بکن یا چه تیپ آهنگی بخون یا نمیدونم، میدونی که اینجور حرفای. ولی پخش آلبوم یه قصه دیگه است و اون واقعا مشکله و من فکر میکنم که من خیلی خوشبختم که تونستم با دو نفر کار بکنم برای پخش این آلبوم، آلبوم یک روز. یکیش از خانم مستانه خاکپور از طرف تاپ رکوردز که ایشون سی دی رو به همه مغازه ها حدود 3-4 روز دیگه خواهند فرستاد، خیالم از اون بابت راحته. و همچنین با آقای بابک خیافچی که مدیر بماهنگ هستن، شرکت بماهنگ هستن، هم کار میکنم که ایشون بیشتر کارهای منو، معرفی آلبوم منو و کارام رو از طریق اینترنت به عهده گرفتن و خیلی خیلی از همکاری باشون واقعا راضیم و احساس خوشبختی میکنم. یکی از اون تجربیاتی که خیلی از هنرمندا دارن اون رو در کاراشون به پیش میگیرن، استفاده از اینترنت واسه فروش کارا یا عرضه آهنگاشون، موسیقیشون از طریق همین شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های توزیع اینترنتی. چقدر شما به عنوان یک خواننده ایرانی به این حرکت خوشبینی؟ فکر میکنی که کمک میکنه از نظر تجاری به فروش بهتر کارها و تداوم این آثار؟ والا من باید خوشبین باشیم، برای اینکه چاره دیگه ای نداریم. ما فروش از طریق مغازه ها متاسفانه خیلی مثل که افت کرده، خیلی راجع به این قضیه صحبت میکنن و الان تنها امید به، یعنی بیشتر امید به فروش در اینترنته و از طریق سایت های مختلف مثلا آیتونز و سی دی بیبی و اینجور چیزا که سی دی منم در اونجا فروش خواهد رفت. من به هر حال طرفدارا وقتی که با آدم تماس میگیرن میگن منتظرن و خیلی هاشون هم میگن از طریق اینترنت میخوان آهنگار خریداری بکنن. برای همین من امیدوارم که این اتفاق بیفته،
و اگه واقعا آرتیستشون رو دوست دارن و آهنگا رو دوست دارن حمایت بکنن و این آهنگا رو خریداری بکنن. میدونم که این اتفاق تو ایران نمیتونه بیفته، ما که همه اینو میدونیم، ولی کسانی که در آمریکا و اروپا و جای دیگه هستن اگه بتونن که واقعا این آلبوم رو خریداری بکنن، یه کمک خیلی بزرگی به ما میشه که ما بتونیم به کارمون ادامه بدیم. یکی از ترانه های این آلبوم ترانه ما هست، کار مشترکی که شما با آقای فرامرز اصلانی انجام دادی. توضیح میدی که چرا تصمیم گرفتی با ایشون کار کنی و اصلا چطور این ترانه رو ضبط کردید، با هم همکاری داشتین؟ من مثل خیلی های دیگه عاشق صدای آقای فرامرز اصلانی هستم، موزیکش رو همیشه خیلی دوست داشتم و شخصیتش رو هم همینطور، ولی خب هیچ وقت جرئت یعنی یکی از آرزوهام این بود که با ایشون دو صدای بخونم، ولی هیچ وقت جرئت نمی‌کردم که من اینو در میون بذارم با ایشون. و اینو قبلا هم گفتم، واقعا فیسبوک چیز خیلی خوبیه، برای اینکه ایشون با من اول تماس گرفتن، لطف کردن و فقط گفتن که من کاراتو دنبال می‌کنم و مثلا کارات قشنگه، و این برای من کافی بود که آنن باشون تماس بگیرم و بگم که حاضرین با من یه دو صدای آهنگ بخونیم، و ایشون هم لطف کردن و گفتن بله آهنگو بیار ما گوش بکنیم و تصمیم بگیریم. و من با دوست عزیزم فرزین فرهادی سالهاست که الان کار میکنم، ایشون بیشتر آهنگام رو ایشون آهنگساز میسازن و تنظیم میکنن، و باش صحبت کردم که چه تیپ آهنگی رو میخوایم درست بکنیم. همچنین با دوستم کامبیز میرزایی در کانادا تماس گرفتم و سوژه شعر رو من بهش گفتم که دلم میخواد یه همچین شعری باشه، و خلاصه یه چیزی درست کردیم که هممون ازش راضی هستیم و امیدوارم که دوستانم لذت ببرن از این کار. وقت ضبط این آهنگ و جزئیات و کاراش در لس آنجلس بود، چون آیا اصلی مدتی در شرق آمریکاست، اومد اونجا که این کار رو انجام بشه؟ بله ایشون در درسته راشون دوره از ما، و ما برای ضبط که ایشون اومدن اینجا و ما ضبط و آهنگو با همدیگه ضبط کردیم و اون که خیلی خوب بود. برای ویدیو یه خورده سخت‌تر شد، مشکل‌تر شد، برای اینکه اون موقع درست توی واشنگتن دی سی خودت که میدونی برفای وحشتناک میومد و برف و بوران و همه مونده بودن تو خونه، اصلا نمی‌تونستن بیان بیرون. اون وقت ما درست اون روزی که ویدیو رو میخواستیم درست کنیم این اتفاق افتاده بود و اصلا هواپیما پرواز نمیکردن، ولی اتفاقا اون روز چند تا هواپیما جا داشتن و ایشون مثل اینکه با کمک خانومشون پارو زدن و خلاصه اومدن بیرون از اونجا و تونستن سوار هواپیما بشن. یعنی من واقعا تا لحظه آخر نمیدونستم که میان یا نه، و اومدن و با آقای فرانک درون که یک کارگردان فرانسوی هست ما این ویدیو رو درست کردیم، و به نظر من خیلی تجربه عالی بود. ما رو یاد این برف سنگینی انداخته که واقعا خاطرات وحشتناکی همه ما داریم، چند روز هیچ کاری نمیتونستیم اینجا بکنیم.